داستان از کجا شروع شد؟ بزنین شروعش رو برم من. خب بریم سراغ حسام آرماندهی. این میگه آقا این دزده که دزدی میکرده، ما میدونیم دزدی میکرده، ولی دمش گرم پولش بخش رو داده به ما. یعنی این اصلا با دزدیه در مورد دزدیه صحبت نمیکنه، نمیگه رهنما دزد بوده. اگر شما دید یه روز تو مجلس یه نفر در مورد ارشفسوس صحبت کرد، بگو من اون رو جشن میگیرم. کدوم حرف من آقا بدون سند بوده؟ ملت تو ایران هر دزدی به یه بلوغی میرسه میره کانادا، یعنی کانادا دیگه نقطه آخر دزدی تو مملکت ما. آرماندهی که برای من ادای موفقای سیلیکون ولی رو در میاره، آقا امروز میشینه لنگ رو لنگ میندازه ادای نمیدونم شرکت استارتاپی نمیدونم چی ونچر در میاره توی سیلیکون ولی. اینا با پول دزدی شما داری ادا در میاری. این فرهاد رهنما، این پدر سلطان وس ایران، یه سرمایه‌گذار روسی که اسمش تو کانال زدم، اون یه بخشی پول داده، یه بخشی هم اینا پول دادن، شدن سرمایه‌گذارای استارتاپ کشور. حسام آرماندهی میکنه یه چیزایی میگه، ببین یعنی مرغ پخته تو دیگ خندش میگیره. مثلا اومد یه توییت کرد گفت مقاله دانشگاه معتبر و قدیمیه نمیدونم فلان توکیو اومده بررسی کرده کافه بازار رو، و کافه بازار رو بعد از افدروید به عنوان امترین امترین بستر نه اپستور دنیا شناخته، میبینی؟ و بعد مثلا تو جایگاه مثلا هشتم مثلا گوگله. شما فکر کن مثلا چقدر خنده داره. هفت ماه ما رفتیم اپ ها اینو بررسی کردیم، بالای 60% اپ های کافه بازار بدافزارن، بدافزار مطلقن. امیر وجود قبل از اینکه ما در مورد صحبت کنیم همه جا میرفته به عنوان مدیر عامل موفق چه میدونم چی چی ونچر صحبت میکرده. میبینی؟ تا قبل از اینکه ما صحبت کنیم. بعد من دیگه پروفایلش رو درست کردم براش. الان که سرچ کنی کلاوردار کنار اسمش میاد. که دیگه حالا آیه جهرومی جلوشو میگه گرفتم. انشالله که گرفته. با پایان بس. با پایان بس و همه میگن، ولی کسی نمیگه خب کی این وسط پول رفته تو جیبش؟ اینا رو کسی نمیده. چون من کافه بازار کاملا کثیف میدونم. چرا؟ به خاطر این کافه بازار با پول دزدی اومده بالا. مردم با پول من و شما اومده، با پول دزدی که از ما دزدیدن اومده بالا. من کار ندارم امروز کی تو کافه بازار کار میکنه. بله بچه دیولوپر خب هیچ وقت اونا دوز نیستن، داره کار میکنه پولشو میگیره، بچه خوبی هن، بچه سالمی هن. ولی اونایی که فاندر کافه بازارن، نه خود حسام آرماندهی، اونایی که پول حسام آرماندهی رو دادن، شرکت رهنما کامیابان نخستینه. و ما ده ها بار در مورد رهنما صحبت کردیم. رهنما با 100 تومن 200 تومن 500 تومنی که از روی اسمس های من شما میدزدیده میلیاردها پول به جیب زده و بخشش اومده خرج کرده برای من شما کافه بازار زده. البته کافه بازار برای من شما نزده که به ما حال داده باشه. اولا که داره پول روش در میاره، خیلی پول خوبی هم داره در میاره. بعدش هم شما موقعی که یه اپ استور میزنی این بر رو چی میتونی سود کنی؟ اپ استورت که رایگانه دیگه، بخش عمدهش رایگانه. رو چی میتونی سود کنی؟ رو تبلیغات. تپسل رو انداختن، عدد رو کشتن. الان دیگه عددی وجود نداره، یعنی الان ما دیگه بیزنسی به اسم عدد که تبلیغات درون اپ میکنه رو نداریم. سایتش جمع شد، پولای همه هم خوردن، تهش یه دونه تبلیغ یه چیزی گوزه بنر گذاشتن که به خاطر کرونا ما رفتیم. دروغ میگه. تنها جایی که تنها کسی که در مورد بدافزار بودن بخش عمده از اپهای کافه بازار با سند توضیح داد ما بود. و امروز شما دارید میبینید که ما تقریبا 8 ساله که توی گزارشات شرکت‌های مختلفی که بررسی می‌کنن اپ‌ها رو، ایران آلوده‌ترین
منطقه توی اپای بدافزار، یعنی با اختلاف آلوده ترینه ها، نه اینکه مثلا بگی یه ذره این ور اون ور. و اکثر این بدافزارها هم تبلیغ افزارن، یعنی با هدف اینکه تبلیغات رو توی بدونی که شما بخوای بهت نشون بدن اینا اومدن کار کردن. و یه بازه زمانی هم ارزش افزوده ها بودش، یعنی بدافزار می نوشتن که شما رو عضو سرویس ارزش افزوده کنن. خب کی باید به این رسیدگی کنه؟ دولت باید رسیدگی کنه. دولت چیکار میکنه؟ شما عکسای های حسام آرمانده با معاون وزیر رو داری میبینی. دولت چیکار میکنه؟ ایشونو دعوت میکنه، بهش نشانه نمیدونم امینو زراب میده، ضرب امینو زراب نمیدونم کیه، نشان شوالیه بهش میده، شما نشان افتخار بهش میده. یعنی دولت ها مجبورن به خاطر اینکه میان اصلا نمیخوان توی موضوعات دخالت کنن و فقط هم میخوان بگن ما موفقیم. برای موفقیت نشان دادن هم اینها پکیج دارن دیگه، پکیج های موفقیت رو به دولت ها ارائه میکنن، دولت ها هم ازشون حمایت میکنن. ولی شما اصلا فکر نکنید که شرکتی مثل کافه بازار یه شرکت معمولیه، یعنی شما میتونی کافه بازار باشی. خیر، قصه فوق العاده امنیتی است، شرکت شرکت امنیتیه، این آقایون از اون رانته دارن استفاده میکنن، پشتشون آدمای مهمی هستن که اجازه میدن اینا فعالیت کنن و مشکلی هم با اون پوله ندارن. اینا هر کار هر بلایی بخوان سر مردم میتونن بیارن. الان شما هیچ کس نمیتونه حسام آرمانده رو مجبور کنه که اپهای بدافزارش رو از توی شبکهش حذف کنه. حالا اونور ما یه مصاحبه داشتیم با یه بابایی به اسم بهداد اصفهانی بود، اگه خاطرتون باشه تو اون مصاحبه اصلا این بنده خدا اومده بود دعوا کنه. خب اونجا من نمیدونستم، بعد از اینکه اون شو رو اجرا کرد و رفت بعدم فهمیدیم که ایشون رفیق صمیمیه به آقای حسام آرمانده. و خب ببینید مطالبی که اینجا من میذارم آدم زیادی رو ناراحت میکنه و این آدم ها روش های مختلفی برای ضربه زدن به همین تریبون کوچیک دارن دیگه. بالاخره دوست ندارن که این چیزا رو مردم بدونن دیگه. ما که اینجا حرف به خاطر از قیافه مثلا یکی بعدمون نمیاد دماش بنویسیم، که با سند مینویسیم. یعنی اگه میگیم کافه بازار مخزن بدافزاره، خودمون تحلیل 50,000 تا اپش رو تحلیل کردیم. من آدمی نیستم که این گزارش رو برای گوگل بفرستم، من آدمی هم که دارم اینو میگم داخل اون کشور چکش رو میزنم که شاید یه رسانه هم بیدار شه و جلوی اینو گرفته بشه. ولی خب این اتفاق نیفتاد و نمیفته احتمالا. میرید میبینید که یه آدمی مثل بهداد اصفهانی هر سال تشریف میبرده ایران، در کنفرانس هایی که همین کافه بازار برگزار میکرده شرکت میکرده. همزمان شما عکس بهداد اصفهانی رو با کی میبینی؟ با احسان نوروزی میبینی. احسان نوروزی کیه؟ همین بند خدا کچلی که عکسشو گذاشتم. احسان نوروزی یکی از عوامل اصلی شبکه اسمارت میدیا است. اسمارت میدیا کیه حالا؟ اسمارت میدیا دقیقا همون سیستم آیتی روبروی جمهوری اسلامیه که آدماش از نظر خب حالا اون چیزی که ما داریم توی رسانه میبینیم اینا تولید فیلترشکن درست میکنن نمیدونم و و و همون داستان جنگ نرم و و و. شما میری ببینی خیلی راحت بهداد اصفهانی سال 2016 عکس با احسان نوروزی داره، نه یه دونه ده تا. همزمان ایران هم میومده سالی یک بار و به عنوان یه نخبه‌ای که در گوگل و فیسبوک کار میکرده از نظرات ایشون بهره‌مند میشدن آقایون در ایران. چجوری این پازل شدنیه که تازه مثلا اون اکثر هم خیلی پابلیک هم میذاشته، یعنی یه حلقه ای که این ورش وصل بوده به شبکه آیتی که ضد جمهوری اسلامیه، این ورم وصل بوده دقیقا به شبکه آیتی که داخل نظام داره کار میکنه.
خب این معادله معادله قابل حل شدن نیست و جالبه که بعضی من در مورد بهداد اصفهان نوشتم اولین کسی که شروع کرد به پاچه گرفتن همین آقای نوروزی بود، یعنی همین بابا که الان کانالش رو به توییتر شو ببینید دیگه، مخالف 100% نظام. خب که چرا تو داری بهداد عزیز رو ناراحت میکنی؟ حالا بهداد عزیز بعد از اینکه اومد اینور، اولین خبرنگاری که باش مصاحبه کرد نگار مرتضوی بود. نگار مرتضوی تکلیفش معلومه، یعنی من اصلا چیز دماش نمیگم، خودتون برید سرچ کن توییتر ببینید داستانش چیه. یه اینا یه شبکه نایاکه این ورن که به نوعی حامی جمهوری اسلامی هن. منم ایرادی نمیگم، اصلا کاری هم باشون ندارم چیکار میکنم، برام این قسمتش مهم نیست. هر کشوری بالاخره یه سری حمایت کننده داره، ولی موضوع اینه که شما میری میبینی بعدن که دو تا عکس نگاه میکنی میبینی که خواهر ایشون دوست دختر اسلام آرمانده، حالا ترکیب رو ببین، خواهرش یه پاش ایرانه، رفیق اسلام آرماندهیه، اسمشو درست میگم آرمانده، و خودش هم توی امریکا ور دل کاملا هریس. خب چجوری اینا پیش درست میشه؟ یعنی این پازل رو چجوری باید کنار هم بچینیم؟ شما به من بگید، من خودم واقعا گیج شدم. شما به من بگید داستان چیه. ببینید یه گروهی هستن این وسط که اینا بچه باهوشی هم هستن، بچه تکنیکالن، باهوشن، باسوادن، حتی توی شرکت های تک آمریکایی دارن کار میکنن، ولی اینا از امکاناتی که جمهوری اسلامی بهشون میده، یعنی فضا ایرانو همین میخوان، یعنی همینی که هست. تازه جالبه پای دلشون حرف دلشون هم بشینی، اینا از من و تو ناراحت ترن که چرا جمهوری اسلامی اینجوری است و چرا کشور اینجوری است و اینا. خب ولی همزمان کمک میکنن به اون شرایط، همزمان کمک میکنن به پولهای سیاهی که اونجا در میاد. شما میبینی هیچ کس در مورد کافبازار نمینویسه، هیچ کس در مورد ارزش افزوده ننوشت، هیچ کس در مورد این کثافت ننوشت. همین آقای بهداد اصفهان بود که امروز به ما میگه چطوری سپاه رو سرنگون کنیم، یک هر سال در جمع این آقایون بوده، یک کلمه ننوشت که اینا رو من میشناسم، اینا دارن کمک میکنن به اون کثافته، اینا دارن کمک میکنن به اون پولشویه، اینا دارن کمک میکنن به آلوده کردن مردم. خوب این آدم تکنیکال دیگه، آدم تکنیکال باید این حرفو بزنه. کی باید این حرفو بزنه؟ شما توقع داری کی اصلا اینو بدونه که بخواد دماش حرف بزنه؟ ولی شو این حرفو نمیزنه. امروز نسخهش برای من و شما چیه؟ دوستای سپاهیتون رو ایگنور کنید. خب ببین اصلا این یه چیز نشودنی، یه چیز بی خود، یه چیز بی اهمیت، ولی شو داره اجرا میکنه. شو شما دارید میبینید دیگه، شو قربانی بهداد اصفهان. این ور هم خب اینا دوست نداشتن این حلقه دیده بشه دیگه، این حلقه ترکیب مرتضوی ها، یه لنگ در ایران، یه لنگ در واشنگتن دی سی. خب به مذاق خیلی خوش نمیاد.